مهمان یکی از مشهورترین قابلی پلو ازبکی هستیم. این موسا پلو است و بسیار یک قابلی پلو خوب معلوم میشه که مزه شاید خوبتر باشه و داره. اینجا از پدر رفت اینجا از اینجا بابا با بکلان نمیجا است. چند میشه؟ اینجا سال شد دیگه. چقدر گوشت پخته میکنین؟ 100 کیلو گوشت زنیم. 100 کیلو؟ بله این هم مایش ما از یک کیلو زیاد فصیل. همین دیگه. واه واه واه. قیماقش هم در سرش هست. اما تو قیماقدار که میگن دیگه این ماس قیماقدار است. شما هنرمند هستین یا خیر؟ نه هنرمند نیست. واقعا شاعر است یا مثل که هایی سبس شما تعریف کرد شما تعریف میکنید؟ گفت همسین تو درخت میگه در زمینه نمانده همسین تو و این با خود 55 ساله میگه در اصل 67 ساله است. بیننده های عزیز هموطنان گرامی سلام خدمت همه شما خوبان دارم. امید میبرم که جور و صحتمند و سرحال باشین و دور از گزند روزگار. دوسته عزیز باز هم به گزارش شهری ما خوش آمدین. البته گزارش شهری نیست. آمدیم در شهر مزار شریف در مهمان یکی از مشهورترین قابلی پلو ازبکی هستیم که به نام موسا پلو یاد میشه. که اکثریت هموطنا که در شهر مزار شریف آمدن حتما با نام ازی آشنا هستند و یک تعداد دوستایی که بر ما هم پیام گذاشته بودند که شما برین از موسا پلو یک گزارش بگیرین که ما امروز تیم امروز پلاس خواستیم که بیاییم مهمان موسا پلو و ببینیم که این موسا پلو چی رقم است، چی مزه داره و یک قدر که تعریف میکنن حتما دیگه خوبش است که دوستام امروی ما هستن. میرویس جان میشه که خودت هم بیایی و سلام علیک تمره دوستا داشته باشی که باز مثل روزه گذشته یادمونه را. سلام. سلام خدمت خودت و تمام بینندگان عزیز، آرزو میکنم خوب باشین. عزیزای بیننده دیگه ما آخرین نان خود در مزار شریف میخوریم، البته که ما امروز تنظیم کردیم بله که ام چاشتا در شهر مزار شریف نان چاشتا بخوریم. انشالله آمادگی های سفر خود بگیریم تا بریم به خیر طرف وظیفه و دفتر خود. نگفته اینجا تا آخرین کنجد پلو بخوریم ببینیم که مزه رستوران تیره که بسیار مشهور است و مردم زیاد علاقه مندی دارن. تا از اینجا ما گزارش داشته باشیم ببینیم که چگونه یک غذای لذیذ و با مزه پخته میکنه و ما از این لذت ببریم. انشالله باز به شما هم تعریف خواهد کردیم. نگفته نمانه که میرویس جان چای سوپ نخورده به خاطر از این که ای قابلی پلو مزه داره نوش جان بکنه و لذت خاص شب ببره چای سه و متاسه اینه خوردن. بله بله اما قسمت یکم وقت در قریا توی میشه باز مردم دو روز سه روز پیش نان کم میکنن تا توی ایزه رو زیاد بخوره. هم یک متل داره میگن نمکه خورده نمکه خورده روزای مشاورید چی وقت توی میکنی. این حتما نمیگه بوده کسایی بله. که میخواستن در اگروسی برن باز از پیش که یک ذره نان نمیخوردن که باز در موجه گرفتیم پلو چرب آروسی را نوش جان بکنیم. اکثریت هموطنا و سابقا روغن زیاد میخوردن، روغنی را حال کس خوردم نمیتونه همین روغنی خوبم نیست. خب بریم دیگه گپا را داخل میزنیم که ببینیم موسا پلو چه رقم. تو دستای دبو شوی نما تا او یک دو کلمه گپ میزنم باز. سلام علیکم. سلام سلام استاد جان. بیایم همونجا پیش خودت بیایم باز دیگه ما سردک نبیایم خب باز دل ما آرام نمیگیره. واه 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 چی یک پلاوه. سلام خوب هستین؟ شکر فضل خدا خیریتی هست سرامی. شکر سلامت باشین. موسا پلاو که میگن همینجا هست؟ بله ها. میشه که یک آدرس دقیق اینجا بگین که مشتریتان اگر آمدن اشتباه نکنن بیاین مستقیم پیش خودتان. مشتری هایم فقط گذر قرغان که بگویم موسا پلاو که بگویم کلی مزانشان بتشن نشناسن. بله ها کلشون بتشن. بدون شک دیگه بر ما هم پیام گذاشته بودن و گفتن که موسا پلاو اکثریت هموطنا کسایی بودن که بیرون از افغانستان بودن و بر ما پیام گذاشتن که شما یک بار برین از موسا پلو یک
اینا باش که میده بگیرم همی جوانم. اینا یک لحظه ببخشین، این موسا پلاو است و بسیار یک قابلی پلاو خوب معلوم میشه که مزه شاید خوبتر باشه و این موسا پلاو است. بر چند نفر هسته یوسا جان؟ سه نفر. خب بیایید شما بگیرین، سه نفر بسیار خوبش است. این هم دیگهش. این از کدام گوشت استفاده میکنین؟ مایچه از کلش. این مایچه پلاو است دیگه. اینا یا مایچه است که مندازن. این بر چند نفر است؟ برای دو نفر. برای دو نفر. والا بشک نوش جان کسی کیره بخوره. گوشتم کنی کل چندگی دیگه لا پلاو. چندگی سا. خب چه قوق شد که شما اینجا فعالیت میکنین؟ رستوران داره. دیگه از پدر رفت اینجا هست دیگه. بابا با کلان نمیجا هست. تقریبا اینجا سال شد دیگه. حتما دیگه هست. سال میشه که قدر مردم امروز شما شناخت دارن و مشتری دارین از سابق. بله از پیش که پدرم. زیادتر میمانتان از کجا میه؟ از هر ولایت میه. از هر ولایت. امروز باش من کتا تک ذره شاگردی بکنم. چطور؟ بیا این ایران خودت دیگی. خب دوستای عزیز ما هم دیگه میریم میشینیم بخیر که برای ما بندازه یا همون تو گرفته کت خود ببرم. نه برو ما کت خود میگیرم میبریم. چطور میرویس جان؟ اینه خیلی برای ما بنداز که گرفته هم روی خود ببریم و نوش جان بکنیم. شما رو نوبر کنم بسار از چند سیاسه رو بلوش برخطا بود. خب قبول میدم. ناگفته نمانه که ما دیر روزم اینجا آمدیم و شما باور کنین دوست عزیز که 12:30 بجه روز بود ما آمدیم که نان نوش جان کنیم همیشه برنامه رو بگیریم. آمدیم که دیدیم در کن دگام چیز نمانده. دمی یک ساعت کلش شما برای مشتری ها توضیح کده بودین. یک ساعت آخری گیریم و یک ساعت هست. یک ساعت هست. خب حتما دیگه از هر جای پیش شما میان مهمونا. از هر ولایت کی بگم چی بده؟ از هر ولایت. چی بده؟ روغن از چی است استاد جان؟ روغن کنجد است. نه می روغن کنجد بالا چندگی است. ما می خیر در خوش. ای از روغن کنجد است استفاده می کنیم. بله کلش کنجد است. همه کسال کنجد بکنیم دیگه. خب. یه گل اینه که همه کسال رو تاب داریم. کنجد پلاو مشهور شهر مزار شریف هم اینمی است. از بالا یک دستوری اگر میگرفتی خوبتر میشد. بیا این طرف ما این طرف در رو میخورم پرویز جان. را را میلا کن خودت این طرف یا از این بالا یک تصویر بگی که ببینیم برای ما چی رقم اندازه. قربانتان. چقدر گوشت پخته میکنین؟ 100 کیلو گوشت زنیم. 100 کیلو؟ بله این هم مایشی ما از یک کیلو زیاف هست. همین دیگه چند کیلو میبرن؟ این همین دیگه 14 سیر هست دیگه. چهارده سیر؟ بله. نام خدا دیگه. دیگه سخی جان هست دیگه. ببین دیگه. گوشتان رو خودی داشته. گوشت دیگه فوق العاده است. واخ 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 واخ. گوشتان رو دلو چندگی است. نام خدا روغن عزیز کدام چقدر وقت است که روغن عزیز یاد شده رو ایست؟ آه آه شده میره دیگه داخل که داشته. عادی از که هست؟ عادی که بشان هست. عادی نه هست؟ نه میخورن میبرن؟ داخل بلا برشان هست خانه بلا. سعید نه بلا چیز با بین شما؟ نه برو بس از یاد نانداز که باز همیشه پیشت میاییم. خب مدر بلا. خب؟ خب نان ما هم گرفتن دوستا و آماده شد. اینا الان میریم بخیر که نوش جان بکنیم. ابتدا میخوایم از این برادر یک پرسان بکنیم که این مزه نان چطور است. برادر جان سلام. خوب هستین بخیر ستم. نوش جان. شکر. مزه میخونه بشیم انشالله. خوش میکنم. چطور است مزهش؟ عالی است برادر. بفرمایید. همیشه اینجا میایین؟ روزانه بله. روزانه. بله. چی کاروبار میکنین؟ من دریور هستم پدر قرم. کسایی که دریور هستن دیگه همه روزه فکر کنم همین جمعه. یقینا. نوش جان اشتیاق خوش بر تو میخوایم که مزایم ناخوردن تا نشیم. خب دوستای عزیز ما هم دستار میشویم و میریم که نان ما آماده است. نان نوش جان میکنیم. میرویس جان میشه کیره خودت یه خبی بگیریم. این
دوستای عزیز اینی هم نان و ماست که کل چیز آماده و تیار کردن که تا خود ما یک جای میبرن. خب امی طرف داریم این نام خدا اینجا بسار یک جای که الان دارین شما. در داخل هم یک کفتر خانه است و اینجا هم یک تخت است. چقدر خوب است که ما در این تخت بشینیم. او سه نفری نه بالا بریم. بالا کدام جای خوبتر است از این کده؟ خب میگن که بالا بریم دیگه. یک چیزه برای دوستان نشان ندادیم. اینمی عکسی را که در بغل دیوال میبینین. مرحوم بابا موسا و شهید جواد موسا. حتما پسرشان هستند که خود بابا موسا هم عکسشان در بغل دیوار در پوستر چاپ کردن و نصب کردن که حتما از دوره است که پدرشان در اینجا کاروبار میکده و بوده. خب بریم میگن بالا کدام جای خوبتر است. اگر اینجا میشتیم خوبتر بود، تخت بود و ای کبوترک ها و کبوترخانه هم هست اینجا. خب میگن که بالا بریم دیگه. باش ببینیم که بالا چی رقم جای است. باش خیمه پیش شو. اینا دوستای عزیز ما را در مهمانخانه آوردن. پرویز جان کدام طرف بشینیم که خوب تصویر بده؟ بیا اینجا میشینیم که در دم کلکین باشیم. همینجا سعیس؟ این اینجا میشینیم. ایام کنجد پلاوه بابا موسا که بسیار مشهور است و از شهرت خاصی برخوردار است. این ماس است یا چکه بیادر؟ ماس است فکر کنم. ماس است مفا... چی میگم؟ مایه کده باشه. در خودش مایه شده؟ در خودش همه قسم مادم. اینه چی یک ماس؟ اول من از این ماس یک نوش جان میکنم بیادر که این ماس ازی بسا خوبش است. واه 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 قیماقش هم در سرش است. همه تو قیماقدار که میگن دیگه اینه این ماس قیماقدار است. به واقعیت شما که ماس مزه دار است. بیخی مزه خود قیماق داره. میگی کلش قیماق باشه. کاش که زیاد میبود. خیره دیگه هم میخواییم. خب عزیزان بیننده قسمی که شما میبینین دیگه اونجا همو نام روغنش همیشه یادم میره کنجد پلو هست که ناماده کردین ماس هم آوردین. و یک چیزی که من همیشه دیدم ده هر هتلی که در مزار نان بخوری از ترشیش همیشه هست و او هم ترشی فکر کنم هر جایی که رفتیم فقط ترشی زردک بوده. همین ترشی زردک بسیار خوب است. یکی خوی چرب است. این همی ترشی را که سرش میخوری چربیش یک ذره از بین میبره و بسیار خوب هم است. زردک دیگه میفهمی که فایده خود داره. بسیار خوب. زیادتر انتظار نمیمانیم که پرویز جانم در پشت کمره همه تو شهید شهید سیل داره. مایی که خیلی اینجا میمانیم صدای ما خواست پرویز جان شروع کنیم بخیر. یک قدر نان کی بخوره؟ میتونی خورده؟ توکل به خدا بیم. ولی ما کسون ازی میبینم شاید از پیش ما بانم به خدا. دوای ملا را میگریم اگر یک مطل است یک البته باز بگیم دیگه بگیمش دیگه خدا یا اشتیه ما را زیاد کن یا جان ما را بگی. بعضی اوقات جایی که مثلا مثل کابل و بعضی جایی دیگه هستن وقتی نام از کنجد پلاو میبری میگن کنجد پلاو قصه ششونیده بودن میگفتن روغن بیشتر داره. روغن بیشتر داره ولی روغن بیشتر زیرا ما البته در کابل خورده بودیم اما متوجه نشده بودیم. تشکر. امیر ما نخود خورده میتونستیم شما دیگه ما بردین. ولی در این برین شما میتونین روغن شما شایده بودیم. کنجد پلاو اصلی هم که میگن این همی هست. با وقت شام که خوب غذا پخته میکنن بخصوص در مجموع مردم مزار شریف میگم و در حقیقتش کسایی که اینجا در موسا پلو شاید بیشتر خورده باشن و پیشنهاد کردین و این مزه را که ما میخوریم اونا هم احساس میکنن چون دیگه از اینجا
شاید بیشتر خورده باشن، خاطرهایی داشته باشن دیگه. انشالله دیگه ما به جایشان میخوریم، برشان میگیم که بسیار مزه دار است. به واقعیت که مزه کنجد پلو اینجا را در کابل پیدا کردن نمیتونیم. در کابل هم هست کنجد پلو میگن، ولی این مزه را کی پلو داره؟ در کابل ما تا به حال در بهترین جای رفتیم نان خوردیم که همون کنجد پلو بسیار مشهور بوده، ولی این مزه را که اینجا داره اونجا نداره. شاید دیگه همین سابقه داری و همین نام و نشانی که اینا دارن در کارشان دلیلش اینمی است که با کیفیت پخته میکنن و بسیار مزه‌دار است. خب بیشتر صحبت نمی کنیم چون سر نان خوردن هستیم و میگن سر نان خوردن گپ زدن هم خوب نیست. و ما نان نوشیجان میکنیم، شما میشه که چند تک تصویر ببینین، دوباره خدمتتون قرار میگیریم که پرویز جان هم بیا سر سفره بشینم روی ما و نان نوشیجان بکنه. خب دوستای عزیز، ایام ملونگی را که برای ما سردستی آوردن و ببینید که بیخی صاف روغن است. آفرین کسایی که ایرا میخورن روز. گرچند روغنش روغن کنجد است و روغن طبیعی است، ولی باز هم روغن خوردن زیاد هم خوب نیست. میگن مشکل نداره، من مردم سمت شمال خیلی روغن زیاد استفاده میکنن. ما با بیشترینش روبرو شدیم، پرسان کردیم، میگو ما عادت ما است بیشتر میخوریم، ولی امون مثال روغن نباتی را میتن میگم مثل روغن نباتی شما نیست که قدر ضرر داشته باشم. ولی امی مردم سمت شمال مک زیادتر هم شاید خود تا متوجه شد خیلی تندرست مردم هستن، از یک نگاه خوب کار میکنن، مردم کارگر هستن. سلامت تشکر باشین. بخیر باشین. و از نگاه دیگه امی غذا بخصوص روغن شاید تاثیر خودش هم داشته باشه. خوب هم پخته شده در داخل ازی که بازش میکنی دیگه روغن است. دمین یک روغن دیگر روغن. خب دوستای عزیز، ما خود نان خورده نتانستم، ولی میرویس جان هم نتانست، پرویس جان هم بخی چی میگن از نان خوردن موندن، زور مونه رسید. واقعا که پلاو از اینا چرب است و ما کت چرب و قدر جور نیستیم. شما چطور نخوردین؟ خب دیگه به اندازه تمام، گرچند اینا زحمت کشیدن برای ما زیاد انداختن، ولی ما نتونستیم خورده واقعا، ولی پلاوشان فوق العاده است. ما یک ذره یک چی میگن بچای شیر پراته زور ما نرسید. امین نفرای روغن سرد است که ایره نوشی جان میکنه و میخوره، همه تو روغندار ولی روغن کی میخوره او بیدر. ما قدر روغن خور میبودیم دیگه، حالا چی میگن اینه بر بازو. خب بیننده های عزیز، ای بود گزارش ما از موسا پلو که خدمتتان تقدیم کردیم. بقیه دیگه پا را در بیرون میزنیم چون دیگه ما نان خوردن نتانست. اینجا مزار آمدین حتما در موسا پلو بیاین که واقعا دیگه زحمت هایی را که میکشن، پلو را که جور میکنن قابل توصیف است. کاش که ما گشنه میبودیم یک دو روزه. یک دو روزه گشنه میبودیم شاید. باز هم به هر صورت اگر دفعه بعدی آمدیم انشالله کوشش میکنیم که جبران بکنیم و این نانی را که برای ما آوردن نوش جان بکنیم. خب بهتر است بریم پایین و بقیه صحبت ها رو میداشته باشن. ما قرار بود که برایم، گفتن که اینجا یکی از هنرمندای محلی آمده، ببینیم که اینا هنرمند چی هستن. هنرمند نیست آجی صاحب، آجی صاحب شما را دگیر داده. حالا ما میشینم قضیه را معلوم میکنم که چرا این گپ گفتن. سلام آجی صاحب، خوب هستید؟ مندنش جور بخیر، شاد خور، سلامت باشین. حالا شما کی رو هنرمند معرفی کردین؟ هنرمند است یا شوخی کردین؟ بسیار هنرمند لایق و محبوب محلی وطن ماست. وطن ماست و همیشه در محفل جوانان میشینه و ما را خوش میسازه. امی و خوشبختی است که هم هنر موسیقی را میفهمم، هم هنر تئاتر و سینما را میفهمم. بسیار خوب، بسیار لایق است. و خوشبختی دیگه مو که مثل هنرمنده دیگه نیست که درس و مکتب و پونتون نرفته باشه، این مسلکی است، ماستر است در ژورنالیسم. بسیار خوب. میشه نال از خودشان پرسان بکنیم، ولی یا خود گفتن اینقدر توصیف کردن، شما هنرمند هستین یا خیر؟ نه هنرمند نیست.
هنرمند نیستم، هنر خوش هستم. عالی. اینا توصیف میکنن که این هنرمند است و اینا میگن که ما نیستیم. خب میشه اینا از خودتان بشنویم شما چی کار هستین؟ ما دیگه شهروندی افغانستان هستیم. شهروند افغانستان کل ما هستیم. خب چی کار بار میکنین؟ از لغمان شریف هستیم و ایجا چکری آمدیم به خاطر میله مزار شریف. از لغمان آمدین که روزه سال نو در مزار سپری کنین؟ بله صاحب. انشالله روزه سال نو به خوشی گذشت. بسیار خوب گذشت سر ما. آجی صاحب که امرتان باشه هیچ وقت دق میمیرین. آجی صاحب کلان ماست، شاعرام است، استاد میشه که یگان بیتان براتون تقدیم کنه. دیگه میشه که مایک با آجی صاحب نزدیک کنین، یک بسیار یک بیت مشهور خود دارن. واقعا شاعر است یا مثل که آجی صاحب شما تعریف کرد شما تعریف میکنین؟ نه از آجی صاحب است. باش که من خود یک ذره نزدیک بسازم. آجی صاحب سلام. علیکم السلام. خوب هستین؟ صدتون خوب است؟ حافظ خدا خوب هستم. خب بخیر باشین. گفتن برای ما کدام شعر دکلمه میکنین؟ ترانوم خوب مشکلی هست که چه من دعواز بم دوم رخه نی و بغیر ترانوم نو بایدر تا بایم یو شعر وی ارسه کار بار که بیاجی صاحب؟ اوس خو پیلن کارو بار نلرم مخ که استازم خون که ما دیجی مکتب دی بسیده یو خون زیو میگه فعلا کارو بار ندارم، قبلا ما استاد بودم در مکتب. مکتب دولتی بودت من؟ آه دولتی بودم. چطور که ایلا کردین یا تقاعد کردین؟ نه ایلا کردیم. دلیلش؟ پیر شدیم دیگه. نه عالم جوان هستین، نام خدا تا اینجا آمدین و معلوم میشه که عالم سر حال هستین. چند ساله باشین آجی صاحب؟ چند ساله نهی؟ در نظر شما چند ساله هستین؟ یارا در نظر من خواهی 55 باشین. زنده ده دو ده دوش پیت کلانیم. شاسته ساله ساله چه گرز منو زما دا عمر و دا هم دی زوان ساتله ما با خود 55 میگه. کشف صاحب مولانا کشف خدا ببخشه او رفیقش بود، او برش 75 ساله میگفت. گفت همسین تو درخت میگه در زمینا نمانده همسین تو و ای با خود 55 ساله میگه در اصل 67 ساله است. خب بخیر باشین. واقعا اینا مهمانای قابل قدر هستن که از لغمان آمدن. کاش که اول شما که تو ما برابر میشدین که در مشوره برنامه می بودیم. گپای بسیار خوب و تشکر دنبوره و جاپانی که برش میگه از استاد دموتر منده. راست میگن؟ استاد یوسفزی استاد پانتون بلخ است. میشه که از یام استاد ادبیات است. اونا استاد دانشکده ادبیات پانتون بلخ هستند. بسیار خوب، بسیار خوب. استاد نصری هم استاد پانتون بلخ است. بسیار خوب. خیلی مشرف شدیم از دیدن شما. خوب نانتان هم رسید دیگه. نال بیشتر از این شما را اذیت نمیسازیم. آیت الله خیبر متخصص حقوقی است. بسیار خوب. میوان مجاهد تقریبا 20 سال ولی بالر تیم درجه یک لغمان بود. 10 سال شده که با می وزن. 10 سال شده که رئیس کرکر بود زون شرق بود. کسایی که والیبال میکنن، البته کسایی که والیبال میکنن یک ذره چست نباشن. نام خدا شما یک ذره وزنتان زیاد است. 13 سال رئیس اطلاعات فرهنگی ولایت لغمان بود. بسیار خوب، بسیار خوب. از بامیان و از لغمان رئیس اطلاعات فرهنگ. بسیار خوش شدیم از دیدنتان. خیلی خرسند هستیم که شما را در کنار خود داریم و سر یک دسترخوان ششتیم و شما صحبت میکنیم. کاش که ما و شما وقت سر میخوردیم که یکان برنامه های جالب میداشتیم. نگه باز هم از شما تشکر. بخیر باشین. کدام پیام و کلامی اگر داخل داشته باشین میتونین؟ زندگی خوب خوش و خدا کنه که اینده افغانستان بهتر و درخشان باشه. سلامت باشین. قربانتون آجی صاحب. بخیر باشین. از همه تان تشکر میکنیم استاد قند. بخیر باشین. نوش جان ما نان خوردیم. نوش جان کنین. قربانتون. تشکر. سرازی حتما موسیقی را کار کنین که حالا هنرمند معرفی کردین. خدا حافظتان. خب بیننده های عزیز، پیشتر که ما آمدیم اینجا تختم خالی بود و اتاقم خالی بود، که البته اینجا بسیار یک جای خوبی هم به خاطر فامیلیا داره که کسایی که با فامیلا میان میدانند که با آرامش کامل و در جای مناسب بشینن نان خود نوشجان بکنن، که حالا شکر خدا سر تختم هیچ جای نیست و مشتریشان بیشتر آمدند. در یک ساعت
فکر کنین که دیگه مثل که در یک عروسی خبر می باشه کسی. به می شکل مردم آمد و نام خدا بیروبار به حدی است که دست به دست نمیرسه و همقدر فرصت نمیشه که ما پیش بریم امروز استاد یک خداحافظی بکنیم. خب بریم در جایی که حساب میکنن باش کمی پول در کجا حساب میکنن که ما پول نام خوردن خدا بتیم و برنامه را ختم بکنیم. خب میشه که ممون طرف بیم پیش استاد ببخشین یک که مرا رابطه این که تیر شوم با معذرت. استاد جان بسیار زیاد تشکر، نام نان بسیار مزه‌دار بود و خیلی لذت بردیم. خب حساب ما چند شد استاد خان؟ هیچ پیسه نمیگیرم شما، ما مهمان هستیم دیگه. که پیسه نگیره مهمان نشه دیگه، نان را که خوردیم در جان ما نمیگیره. قربانتان شما خلاص میکنین ولی ما باید نان را خوردیم پرداخت کنیم پولش را. دیگه بون نگردید. مهمان هستین دیگه. خواهش میکنم قربان. چند شد حساب ما؟ دیگه کاش شما. ایسد بسیار خوب ایسد افغانی مرا پیسه را باش که خزانه دار ما میرواز جان هستند. بیاین استاد قندی هم پیسه نان ما را بگیرین. قربانتان نجیب مایدشان دادی؟ نه مایدشان بتیم پرشون بیاین اخی پیسه شما بگیرین ما میدهش میگیریم. با خیر باشین استاد خان، سلامت باشین، وقتتون خوش، در کار بارتان برکت. خیلی نالا تشکر. در آخر اگر کدام پیام داشته باشین میشه که بگیریم. خیلی خیر بینیم خانه آقا تشکر. سلامت باشین، وقتتون خوش. سابو مزید دوتون آخرین چه دوتون آخرین یک سلام بگیر نفهم. خب بیننده های عزیز، هموطنان گرامی، تشکر از اینکه شما تا این لحظه بیننده یک گزارش ما بودین و ما نان چاشت در موسی پلو نوش جان کردیم و چی میگن دیگه، افسوس که نان خورده نتونستیم. پیسه ما را گرفتن و نان خورده نتونستیم. با مو گپ عادی بگیم، با مو کش فشه که آماده بودیم ولی چیزی را خورده نتونستیم. خب ولی عمیق آدم یک جای میشینه چهار تا کلام صحبت میکنه، غذای یک ولایت هم میخوره که بسیار مشهور باشم. اینه میام کلان گپ هست، گپ هست و کلان گپ هست. خب دوستا باز هم جای شما خالی، کاش که میبودین نان با هم نوش جان میکردیم و هر وقت اگر افغانستان آمدین امروز پلاس از شما میزبانی میکنه و تشکر میکنم از شما دوستای عزیز که تا حال بیننده برنامه و گزارش ما بودین. تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک و لایزال میسپارم. بقیه اوقاتتان خوش، خدا نگهدارتان. و ای آخرین غذایی بود که ما در شهر مزار شریف نوش جان کردیم. تا برنامه بعدی خدا حافظتان.